که به رموز اینجا آشنا شده باشند و بتوانند این دستگاه رو اداره بکنند. یکی دو ماهی که گذشت، کم کم جایپای ایرانی ها توی صنعت نفت محکم شد. چرخه تولید را افتاد. اتفاقی که خیلی ها اصلا انتظارش رو نداشتن. اما هرچه راه انداختن خط تولید سخت بود، کنترلش و ادامه دادن کار سخت‌تر. مخصوصا اینکه اوضاع و احوال سیاسی و اداری کشور هم مدام قمر در عقرب می‌شد. معلوم نبود داره چه اتفاقی می‌افته. انگلیس‌ها می‌خواستن هر طور شده برگردن. آمریکایی‌ها هم تمام زورشون رو گذاشته بودن تا جای خالی انگلیسی‌ها رو بگیرن. بقیه کشورها هم بیکار نبودن. می‌خواستن هر طور شده سر این سفره خوش رنگ و لعاب جایی برای خودشون باز کنن و حاضر بودن براش هر کاری بکنن. حالا این وسط باید چرخ صنعت نفت میچرخید که نمیچرخید. بازرگان دیگه مرد ادامه دادن کارو به سرانجام رسوندنش نبود. برای همین بعد از 9 ماه کار سخت استعفا داد و برگشت تهران. اون روز هم وقتی آقای هاشمی داشت حکم امام رو برای خبرنگارا میخون، بازرگان اصلا باور نمیکرد که این بار هم درست مثل 27 سال پیش فقط 9 ماه مسئولیت رو تحمل میکنه و بعد استعفا میده. حداقل توی اولین نطق نخست وزیریش که هیچ نشونی از استعفای 9 ماه آیندهش نبود. اعتبار با حسن شهرتی را به هیچ وجه اهلیت. کار از همون روز شروع شد. اونم در شرایطی که کشور 2 تا نخست وزیر داشت. بختیار که شاه منصوبش کرده بود و بازرگان. بختیار بعد شنیدن خبر نخست وزیری بازرگان گفت دولت موقت رو تا شوخی است میپذیرد. اون روز ظاهراً همه چیز در اختیار بختیار بود. ارتش، وزارتخونه ها، پلیس و نیروهای اطلاعاتی و در عوض بازرگان فقط امام و مردم رو داشت. امام در همون سالن مدرسه علوی بعد از سخنرانی نخست وزیر انقلاب از مردم خواست برای تایید بازرگان راه پیمایی کنند. از فردای اون روز مردم در تهران و شهرهای دیگه به خیابونها می اومدن و در حمایت از بازرگان شعار می دادن. کار به راه پیمایی ها تموم نشد. کارمندان 7 وزارتخونه مهم اعلام کردند وزیرهای بختیار رو به وزارتخونه ها راه نمیدن و آماده ورود وزرای بازرگان هستند. اما بازرگان هنوز وزیری معرفی نکرده بود. اون داشت با بعضی از سران ارتش مذاکره میکرد تا شرایط تغییر حکومت بدون درگیری و تنش فراهم بشه. او با واسطه هایی به بختیار پیغام میداد که تا دیر نشده استعفا بده. بازرگان در اولین سخنرانی بعد از نخست وزیریش تو دانشگاه تهران به بختیار گفت تا دیر نشده شاپورخان لور باید دکتر بختیار هور بشه. فردای سخنرانی بازرگان یعنی صبح 21 بهمن وقتی بختیار از خواب بیدار شد، تهران حالت جنگی به خودش گرفته بود. مردم شهر رو سنگربندی کرده بودند و به کلانتری ها و پادگان ها حمله می کردن. کم کم داشتن اختیار همه شهر رو به دست می گرفتن. بختیار که نمی دونست باید چه کار کنه، بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی کرد. بعد در جلسه شورای امنیت، دستور دستگیری امام، بازرگان و 200 نفر از سران انقلاب رو صادر کرد. درست وقتی بختیار با سران ارتش و اعضای شورای امنیت جلسه داشت، این طرف شهر توی مدرسه علوی، امام میخواست اعلامیه بده و به مردم بگه که امشب به خیابونها بیان و به حکومت نظامی توجهی نکنن. همین بازرگان رو کمی نگران کرده بود. برای همین رفت سراغ آیت الله طالقانی تا باهاش مشورت کنه. آیت الله طالقانی دوست قدیمی بازرگان بود. سابقه دوستی اونا برمیگشت به دهه 20.
و اولین سالهایی که از فرنگ برگشته بود. اما این دوستی وقتی عمیق‌تر شد که بازرگان از هیئت خلعیت استعفا داد و از آبادان برگشت تهران. خیلی طول نکشید که کودتای 28 مرداد شد و بازرگان به دلیل اعتراض به قانون کنسرسیوم نفت دستگیر و 8 ماه زندانی شد. کودتا و اتفاقات بعد از اون راه جدیدی رو پیش پای بازرگان گذاشت. برای همین سال 1340 با آیت الله طالقانی و چند نفر دیگه با هم نهضت آزادی رو تأسیس کردند. حزبی که میخواست در چارچوب قانون اساسی شاهنشاهی و با قبول سلطنت مبارزاتش را انجام بده و بیشتر دنبال اصلاحاتی در حکومت بودند تا تغییر سیستم حکومت. یک سال بعد از تأسیس نهضت آزادی، وقتی شاه میخواست اصلاحات آمریکایی رو تحت عنوان انقلاب سفید شاه و ملت پیاده کنه، اعضای این نهضت با رفراندوم گذاشتن این اصلاحات مخالفت کردند و همین مخالفت باعث دستگیری بازرگان، آیت الله طالقانی و بقیه سران نهضت شد. دادگاه بعد از 2 سال بازرگان و آیت الله طالقانی رو به 10 سال حبس محکوم کرد. اونها 5 سال زندان و تبعید رو با هم طی کردند و بعد هر دو مشمول عفو و آزاد شدند. حالا بازرگان داشت میرفت تا با آیت الله طالقانی دوست قدیمیش راه چاره ای رو برای جلوگیری از کشتار مردم پیدا کنند. اون شب هر جوری بود گذشت. امام اعلامیه‌اش رو داد و مردم شهر رو برای ارتش خلوت نکردند. کار دولت بختیار و حکومت پهلوی همون شب تموم شد. ظهر فردا ارتش در اعلامیه ای اعلام بی‌طرفی کرد و انقلاب پیروز شد. فردای اون روز بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر انقلاب معاونینش و رئیس ستاد ارتش رو منصوب کرد و بعد همگی با هم به کاخ نخست وزیری رفتند. تلفن کاخ داشت زنگ می‌خورد. سران کشورهای مختلف می‌خواستند تبریک بگن. آمریکا، شوروی، پاکستان، سوریه، هند و کوبا اولین کشورهایی بودند که به بازرگان تبریک گفتند. اما تبریک‌ها و شادی پیروزی خیلی زود جای خودش رو به سنگینی مسئولیتی که پذیرفته بود داد. کار اونقدر سخت شد که او اولین بار 19 اسفند وقتی هنوز 1 ماه و چند روز از دولتش نگذشته بود با انتقاد از برخی انقلابی ها حرف از کنارگیری زد. چندین بار گفتیم همین اول هفته نامه خصوصی مستقیم برای امام من فرستادم که آقا این استعفای ما 2 دستی در اختیار امام. ما خوشحال میشیم اون روز عروسی دوم بنده است، اون روزی که امام میگن آقا برید خونتون و راحت میشه. این آخرین راه چاره یعنی استعفا رو بازرگان در کنار گلایه‌هاش در نطق‌های بعدی هم تکرار کرد. تا اونجا که سخنگوی دولت هر چند وقت یه بار باید شایعه استعفای دولت رو تکذیب می‌کرد. بازرگان به مرور اعضای کابینش رو انتخاب و با تأیید شورای انقلاب به مردم معرفی می‌کرد. همین انتخاب‌ها